برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی اعلام کردند که شهروندان پاکستانی روز همبستگی با کشمیر را گرامی داشتند. گفتنی است هر سال پاکستانی ها در این روز با برگزاری تظاهرات در حمایت از حق تعیین سرنوشت برای مردم جامو و کشمیر در بخش تحت کنترل هند تاکید می کنند. منطقه جامو و کشمیر از سالها پیش منطقه مورد منازعه بین هند و پاکستان است. مجید محبی رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم دوشنبه شب از مسمومیت 61 دانش آموز و انتقال آنها به مراکز درمانی از 8 مدرسه در شهر مقدس قم خبر داد. گفتنی است ماجرای مسمومیت دانش آموزان در قم از 9 آذر ماه از هنرستانی در یزدان شهر آغاز شد و با وجود گذشت قریب 2 ماه این ماجرا ادامه دارد و در 10 مدرسه دیگر نیز تکرار شده است. کشور الجزایر از تصمیم خود برای چاپ و توزیع قرآن ویژه نابینایان در فرانسه خبر داد. در این طرح قرآن‌هایی با خط بریل تهیه و از طریق مسجد پاریس توزیع می‌شود که ارتباطی قوی با مسئولان کشور فرانسه دارد. هدف از این طرح بهره برداری مسلمانان از سراسر جهان است که در فرانسه ساکن هستند. منابع محلی اعلام کردند ترکیه که در حال حاضر میزبان بزرگترین جمعیت مهاجر اقلیت مسلمان اویغور در خارج از آسیای مرکزی است، به کانون جاسوسی چین تبدیل شده است. رسانه‌ها گزارش دادند که با گذشت بیش از 6 سال از راه اندازی کمپین ریشه‌کن کردن جامعه مستقل اویغور توسط دولت مرکزی چین، مقامات این کشور اکنون تلاش زیادی می‌کنند تا این اقلیت مسلمان را در خارج کشورشان نیز زیر نظر گرفته و تحت فشار قرار دهند.